اما بشنوید از گلمندی بازیکنان داماش از پرداخت نشدن پول قراردادهاشون. تمرینات تیم فوتبال داماش گیلان در حالی برگزار میشه که بازیکنان این تیم از پرداخت نشدن درصد زیادی از قراردادهاشون ناراضی هستند. تمرینات تیم فوتبال داماش گیلان در ورزشگاه سردار جنگل رشت. قرار بود که آقای قویدل که اومده 500 میلیون از بدهکاری های پارسال رو متقبل بشه که به بچه ها پرداخت کنه، که این اتفاق نیفتاده. حالا پولای امسال هم که جای خودش روش اومده. چیزی حدود 80-90 درصد از بازی ها گذشته و من فکر کنم بچه ها بین 15 الی 20 نهایتا 25 درصد مطالباتشون رو گرفتن. با این صحبت هایی هم که شده گفتن که ما 30 درصد 35 درصد 20 درصد بازیکن پول تزریق کردیم، فقط به ما چک دادن. چک هم که یه چک بی اعتبار میدن، یک ماه دو ماه سه ماه ازش میگذره، انگار نه انگار. در مقابل این تلاش ها، در مقابل این معرفتی که این بچه ها به خرج دارن میدن، آیا از طرف مقابل هم قدمی داره برداشته میشه؟ متاسفانه ما همچین چیزی نمیبینیم. اگر مالکی وجود نداشت، بچه ها خب میدونستن که مالک نیست و با همون شرط ادامه میدادن، ولی وقتی باشگاه صاحب داره، مالک داره و تعهدات انجام نمیگیره، فقط به خاطر تماشاگرها، به خاطر کسایی که واقعا تیم رو حمایت میکنن اومدیم داریم تمرین میکنیم، فقط به عشق همونا میام تمرین میکنیم. بازیکنان و کادر فنی تیم داماش گیلان همچنین در نامه‌ای به مدیر عامل این تیم احساس نگرانی خودشون از مسائل و مشکلات مالی رو اعلام کردن که این نامه اینجا هست و امضا هم شده. ما از مالکان باشگاه این درخواست داریم که در این وضعیت حساس خدمت شما عرض بکنم، پرداختی ها و قولی که دادن به ورزشکاران این تعهدش رو عمل بکنن و اگر هم هر جا مشکل دارن نمیتونن حداقل فضا رو خالی بذارن که ما بتونیم اسپانسر دیگری بیاریم و تیم رو تحت پوشش بگیریم. هست پس شرایطش برای پوشش قرار دادن از طریق اسپانسرهای دیگه هم وجود داره؟ بله، اگه همین حالا اعلام بکنن که نمیتونن تیم رو نگه دارن، ما میتونیم اسپانسرهای جدید به ما مراجعه کردن که تیم رو بگیرن.